درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین. مایک پامپیو میگوید طالبان هر چه زودتر اراده خود را برای کاهش خشونت ها ثابت بسازند. وزیر خارجه آمریکا گفته که طالبان هر چه زودتر باید اراده خود را برای کاهش خشونت در افغانستان ثابت بسازند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در هنگام دیدار از ازبکستان گفته که طالبان اراده خود را برای امضای موافقتنامه صلح با آمریکا هر چه زودتر با اعلام کاهش خشونت ها ثابت بسازند. آقای پامپیو گفته که آمریکا و طالبان برای امضای موافقتنامه صلح نزدیک شده، اما ابتدا باید طالبان گام های اساسی برای کاهش خشونت در افغانستان را بردارند. و گفته این موافقتنامه صلح با طالبان پیش از این آماده امضا شده بود، ولی این گروه نتوانستند توانایی خود را نشان دهند و به همین دلیل امضای توافقنامه تا هنوز تاخیر افتاده است. هرچند طالبان تا هنوز در زمین ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گفته بودند که امضای توافقنامه صلح به خاطر شرایط تازه آمریکا به تاخیر افتاده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کابل را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کرد. آقای خلیلزاد در دیدار با رهبران سیاسی افغانستان گفت که تا هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکره با طالبان به دست نیامده، اما دیده شود که در دور جدید مذاکره با طالبان زمینه امضای توافقنامه صلح مساعد خواهد شد و یا خیر. مهمان بسیار خوبمان جناب محترم آقای فواد خان نسیمی، عضو شورای حرکت انقلاب اسلامی افغانستان با ما در استودیو هستند و تا نیم ساعت دیگر صحبت هایشان را می داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر آقای نسیمی. سلام بر شما، سلام بر همکاران تکنیکی تان و همچنان بیننده های عزیزتان. خیلی ممنون. چرا سیاست تضرع و سیاست که باید عذر بگرده به جانب طالبان، سیاستی که باید از به طالبان عذر بکنن تا اینکه اینا بیان کاهش خشونت ها روی دست بگیرن و صلح بکنن با حکومت و نیروهای آمریکایی در افغانستان، چرا اهرم های فشار جدیدتر از سوی آمریکا گرفته نمیشه برای این وضعیت؟ خب به قول معروف ما شما یک ضرب المثل داریم که سال جنگ گشته و ما بسم الله. مردم چندین سال است، مردم افغانستان که انتظار صلح واقعی را دارن و این صلح متاسفانه که همونطور که گفتم که جنگ گشته و ما بسم الله. سیاسون و طرف های درگیر منافع خود در جنگ میبینند. به خاطر از این که امریکا و یا کشورهایی که در افغانستان دستک اندازی داره، مخصوصا همسایه‌های ما، به خاطر منابع ما منافع خود در جنگ میبینند. و اینجاست که سیاسون افغانستان 40 سال است، یعنی چیز کم نیم قرن است که ما مردم افغانستان همه صلح واقعی را از سیاسون ما دارن که دریافت بکنن یا در پای صلح باشن، که اینجا باز علاقات به خاطر ثروت خود، به خاطر قدرت که یک روز هم از قدرت پس میشن، اکثر مالای منفی رو نشان میدن. باز بالاخره مردم افغانستان است که متضرر است و چوب اعزام مردم افغانستان. خیلی خوب، اقدامات اخیر آمریکا میتونه ما را به صلح نزدیک بسازه آقای نسیمی از دید شما؟ من میگم که اگر اقدامات اخیر آمریکا که همان مفاهمه و مذاکره است که خلیلزاد در راس است، فقط خوشبینی ها را نشان میده، یعنی هیچ حرکت بر صلح واقعی در افغانستان به وجود نامده که آنگاه صلح می آید که آتش بس به وجود بیاید. ما هنوز آتش بس نداریم، ولی صرف در گفتگوها خوشبینی ها نشان می دهند. بجز از خوشبینی ها خشونت ها خوب است آقای نسیمی و آتش بس شما کجا خشونت کاهش یافته؟ حالا خواسته ها بر همین است که این اقدام باید صورت بگیره. من میگم که آتش بس به معنی صلح است. اگر آتش بس نشه صلح نیست. ای کاهش و خشونت یک کلمه است، یک حرف است که یک دیالوگ است که. اما چرا پس آقای نسیمی اگر آتش بس میتونه راه حل باشه، آمریکایی که مدعی همکاری با مردم حکومت افغانستان است و آمریکایی که پایگاه نظامی در اینجا داره و پیمان امنیتی با حکومت افغانستان داره، چرا همین مسئله را به طالبان پیشنهاد نمیکنه که شما به جای کاهش خشونت بیاین آتش بس را بپذیرین؟ آقای مایک پامپیو روز قبل در ازبکستان بازم آمده از کاهش خشونت گپ زده، نگفته آتش بس باید صورت بگیره. چرا علاقه من نیست آمریکا؟ خب من میگم که باز برمیگردم به مسائل، برمیگردم که ابتدا شما طالب ها را باز میگم پس منظر شما متوجه شوید.
همه طالب ها همه امریکایی ها اینا را طالب ساخته، امریکایی ها اینا را تقویت کرده، تجهیز کرده، و امریکایی ها، انگلیس، عربستان، پاکستان، اینمینا اینا را سر قدرت رساندن و اینا را به وجود آوردن. ما هو زمان امریکایی ها را خوشبینش میشیم که شما ببینین در یک زمان بسیار زود یک نظام بسیار قوی که به نام نظام طالبا بود در افغانستان مستقر بودن و تقریبا 80% افغانستان در دستشان بود. بله. همه آمریکایی‌ها اینا را در مدت 15 روز تجربه نشان میده که اینا را به طور بوره رسان و توریست جهانی نامیدشان. حالا میگیم وقتی که منافع امریکا متضرر شد که با امریکایی‌ها او بم انداختن و تیارا رفت امریکا را زد، اینجا سوال پیدا میشه که یا اینقدر قدرت داشتن که آمدن کشوری که بسیار ملت غیور داره، بله، ملت مجاهد داره، اینا را آمدن امروز به عنوان کمک و همکاری و دوستی افغانستان امروز گرفتن آمدن، این گروه ها کار میتونن که از بین ببرن، ولی با ما صادق نیستن. اینا بازی های سیاسی خود به خاطر منافع ما، به خاطر منابع ما در اینجا بازی های سیاسی خود دارن. آقای نسیمی، کسانی که پس در رأس قدرت و حرکه قدرت هستن، اینا میدونن که اینا بنا به گفته شما به منافع خودشان و بازی های سیاسی که روی دست گرفتن آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن، اینا پس چگونه با پیشانی باز از حضور اینا استقبال میکنن؟ یعنی حتی خواستار حضور اینا هستن. هر زمانی که بحث خروج این آمریکایی ها از افغانستان باشه، واکنش اول از سوی حکومت افغانستان میاد که نه خیر، باید بمانه، نامه ها فرستاده میشه، تماس ها گرفته میشه، اگر تعداد زیادتر تو نمیمونه حداقل کمتون در افغانستان بمانین. پس این حکومت ها چگونه خواستار این وضعیت هستند؟ این حکومت ها و این جریان های سیاسی ما، خب شما میبینین که هیچ وقت مستقلانه عمل نکردن، به خواست مردم حرمت نگذاشتن. شما میبینین خواست های مردم همیشه به این بوده که یک افغانستان امن و حاکمیت قانون در اینجا باشن، نه به این عنوان که ما امروز تحلیل میکنیم از وضعیت کنونی که سیاسون ما چی آقای رئیس جمهور است، چی ریاست اجرایه است، چی رهبران جهادی است، چی چپی است، چی راستی است، چی بقایای کمونیسم است، ولی اینا همیشه به خاطر منافع شخصی خود که همانا به قدرت رسیدنشان است و تمام تمرکزشان به منافع ملت نبوده، تمام تمرکزشان به خاطر که بقایای خود که ثروت به حد پیدا کردن و همچنان قدرت های چی والی بوده، چی وزیر بوده، چی رئیس اجرایه بوده، چی ریاست جمهوری بوده، برای قدرت مبارزه کردن، نه حاکمیت قانون. ما میگیم اگر حاکمیت قانون داشته باشیم، یک لحظه ملت افغانستان، مردم افغانستان این خارجی ها رو نمیخواد. آقای نسیم، حالا اگر بخوایم بحث از حاکمیت قانون بکنیم، اگر بخوایم بحث از اقتصاد افغانستان بکنیم، اگر بخوایم از فقر بخوایم صحبت بکنیم، اگر حکومت داری خوب بخوایم صحبت بکنیم، چشم امید ها به آمدن صلح در افغانستان دوخته شده و دیدگاهشون بر این است که اگر طالبان بیان و صلح بکنن، امکانات خیلی زیاد میره این وضعیت که شما گفتین بتونن شکل بگیره و به وجود بیاد. آیا پس از آمدن طالبان ما صاحب حاکمیت قانون، صاحب حکومت داری خوب، حکومت پاسخگو و آینده متضمن کننده برای مردم افغانستان خواهیم بود؟ من مشکل میبینم این مسئله را. بسیار جواب سخت است، پیش بینی از این بسیار سخت است که بگوییم با آمدن طالبان ما میتونیم یک افغانستان واحد پیدا بکنیم. من میگم ما باید متوجه دستک اندازی های استخبارات منطقه باشیم. ما هو زمان میتونیم که اول اجماع ملی سیاسی سیاسون افغانستان با چشم دید خود ببینیم که تمامشان با یک تفاهم و یک برنامه برای مردم افغانستان دارن که او حاکمیت قانون است. ما هنوز حاکمیت قانون میبینیم اینجا خدشه‌دار است. ما هنوز میبینیم عدالت اجتماعی ما هیچ چیز به نامش یعنی پس از آمدن طالبان هم تا زمانی که پس از آمدن طالبان هم. تا زمانی که طالبان، حالا ما میگیم طالبان امتیاز میگیره یا نه، این همه مسائل امتیازی است. خوشبینی ها در مذاکرات مفاهمه چی دستاورد برای ما داشته، چقدر پول و انگفت مصرف شده، آیا باعث کاهش فقر شده؟ نه. کاهش بیکاری شده؟ نه.
مردم هنوز هم فرار میکنن، هنوز هم مردم خوشبین نیست، افغانستان اس مالکیت سرش نمیکنه. پس اینجاست که اس مالکیت هر زمانه که پیدا کردیم تمام مردم و طالبان اس مالکیت از این کشور کردن، همچنان سیاسون و رهبران ما حس مالکیت پیدا کردن و متوجه عدالت و عمری خود شدن، نشوه. چه چیزی این حس مالکیت را میتونه به وجود بیاره؟ من میگم اینطور چیزهای یارب چی چیز پیدا میکنه؟ این بسیار مشکل است. تا زمانی که ما جنبش های ضد جنگ به وجود نبریم، ما عدالت اجتماعی پیدا کرده نمیتونیم. ما جنبش های ضد جنگ نداریم. ما هنوز هیچ کدام ما یک گروه پیدا میشه با نام صلح عدالت خواهان صلح میرن. هزیجه تا اوجا سفرهای میکنن، پولای انگفت را ما نمیفهمیم. این پول شخصی که هیچ کس مصرف نمیکنه که کدام سازمان، کدام کشور، کدام استخبارات، کدام امنیت ملی، کدام کشور اینا را حمایت میکنه که اینا به نام عنوان صلح تا اسپین بولدک تا کجا میرن و مردم ها، طالب ها را، دیگرا را. ما میگم کسایی که شهروند باورمند است چی در صف و صفوف طالب هاست، چی در صفوف از این دولت است، در حمایت از این نظام است، اینا همگیشون تشنه صلح هستند. ولی این صلح جن گشته و ما بسم الله گشتیم. هیچ کس، تمام مردم افغانستان در نیم قرن در پای از این است که ما صلح پیدا بکنیم. و این صلح گم شده هست. ما میگیم علت از این چرا پیدا نمیشه؟ علتش دین معلوم دار است. یک بار کلید صلح در چین میره، یک بار کلید صلح در قطر میره، یک بار کلید صلح در مسکو میره، یک بار کلید صلح در امریکا میره، یک بار کلید گم شده. ما میگیم بیاین که یک افغانستان واحد، یک اجماع سیاسی را پیدا بکنیم، ما اختلافات درونی و بیرونی خود یکسان بسازیم، باز یک برنامه بکشیم که آمریکا با طالبان یک جای برنامه باید کشید. که طالب ها اگر جامعه جهانیان ما را کمک نکنه، شما از کدام بودی جمع ملت چرخک میتین؟ اگر جامعه جهانی با ما حقوق بین دول و مساوات و در موضوع اقتصاد ما با ما همکار نباشه، ما نمیتونیم این روابط پیدا کنیم. ما نمیتونیم این کشور را چرخک بتیم اقتصادشان. ما میگیم بیاین که اجماع را در بین و مصلح بین الافغانی که ازش داد میزنیم، همه ما داد میزنیم که ما صلح بین الافغانی را داشته باشیم و خوشبینی هم به این است که امروز صبح یا فردا صلح بین الافغانی شروع میشه. حالا ایران برای ما مثل حکومت وحدت ملی، بیای امریکایی برای ما اینا تسخیر کرده میره، جور کرده میره، رسامی کرده میره. ما این صلح تا هنوز هم میگم اما پس از ختم مذاکره با آمریکا قرار است گفتگو بین الافغانی آغاز بشه. آقای نسیمی، بعد از ختم مذاکرات، خب باز میگم مثلا نتایج انتخابات وره منتظر باش. این همه چیزش خوشبینی است. حالا ما میگم دستک اندازی بیرون است که ما به این حالت رسیدیم. ما او زمان واقعیت باید بگویه. اینمی دکتر صاحب اشرف غنی واقعیت باید بگویه. اینمی کسایی که با کشورهای همسایه دوستای نزدیک هستند، سیاسون ما دوستای نزدیک هستند، با تمام مسائل افغانستان در جریان هستند، جریان می فهمند. این هم باید واقعیت بگویند که چقدر کشورهای همسایه و جامعه بین المللی با ما بدون از اینکه همکاری کرده از پولایشان خیانت میکنن، خازمی صداقتشان هم یاد بکنن که اینی کشور فلان گروه را، فلان قماندان در فلانی ولایت، اینا از پشت سر ما حمایت میکنه، اینا تجهیزشان میکنه، ایناست که تجهیزات میتن برشان جنگ میکنه در مقابل ما. این تجهیزات شما ببینید، تجهیزات جنگی را ما هیچ وقت خود ما تولید نداریم. ما قادر به یک چوبک گوگرد هنوز نشدیم، ما هنوز قادر به یک جوس نشدیم، ما هنوز قادر به این نشدیم که باز چی برسه که کارخانه های اسلحه داشته باشیم. مرمی فایرای راکت از کجاست؟ یا کشور ایران است یا کشور پاکستان است. مرمی ما از کجاست؟ تانکای توپ ما از کجاست؟ خزینه‌می کشورهای بیرون برای ما کمک شده. ما را چرا اینا اینقدر کمک میکنن به خاطر جنگ و چرا ما را برای صلح کمک نمیکنن؟ اگر بخواین کشورها صادقانه باشن و ای سیاسون ما هم صداقتوار یخنگیر از یا باشه به خاطر منافع ملت، خواست ملت صلح است، امن است، ثبات است، حاکمیت قانون است. کجا ارج گذاشتن؟ کجا حرمت گذاشتن؟ که وا برادر شما ملت، ما زعیم کشور هستم، ما عدالت و عمری را میارم، ما رئیس اجرایی کشور هستم، ما میخوایم که صداقت عثمان داشته باشم. کجا اون صداقت ها؟ اینا باید بگوین
ولی نه، برعکس برعکس برعکس، اینا امتیازگیری های خود دارن. خب آقای نسیمی، این شک را شما بیشتر به طرف کیها واضح دارین؟ به کیها امتیازگیری میکنن تا به خود را؟ هدف شما ارگ ریاست جمهوری است؟ هدف ما هم ارگ است و اینمی نظام است. اینمی نظام که حکومت وحدت ملی را ساخت. ما میگیم کرزی واضحانه گفت که حداقلش چرا مردم خوشبینه که آقای کرزی است؟ به خاطر یکمه است. اتم نه که 100% کل مردم داشته باشه. اگر بازی سیاسی هم کرد، خب بالاخره خارجی ها را گفت که دیگه عقل نداری که سر خانه های مردم در ولایت ها عمله بکنی. حداقلش عملات شبانه روزی تا کم کو. این دولت هم باید از این ملت خود دفاع بکنه. از این مردم خود دفاع میکنه. ملت است که دولت است. اگر ملت به وجود نباشه، ملت نباشه، دولت از کجا میکنه؟ یا از کجای خود بیاین سر ما عرق بسن. دوباره به شما برمیگردیم، وقفی کوتاهی رو بیننده باشه، این سری برمیگردیم. دوباره شما رو خوش آمدید میگیم و ممنون از این که بیننده هستین و حضور داریم. در دور اخیر مذاکرات آمریکا و طالبان طرح کاهش خشونت مطرح شده. سرگ ریاست جمهوری افغانستان با این طرح مخالفت کرده و خسارتش بس عمومی در کشور شده است. اما ریاست اجرایی و برخی سیاسیون دیگر از طرح کاهش خشونت حمایت میکنند. ارگ ریاست جمهوری مخالف کاهش خشونت است، اما ریاست اجرایی هم از این طرح حمایت میکنه و حتی حاضر است دیدگاهشان بر این است که برای آوردن صلح هیچ نوع قید و شرط و یا پیش شرط نباید به طالبان داده بشه. البته این دیدگاه ریاست اجرایی است. کدام طرف را مردم باید حمایت بکنن، ارگ و یا ریاست اجرایی؟ من میگم مردم باید ارگ را حمایت بکنن، به خاطر که در راست ارگ است. امروز بخوایم نخواهیم، حکومت 50% است. آقای نسیمی، حکومت 50% است، من قبول 50% اونا حق دارن و 50% اینا در ما با این 50% که این حمایت از به این میکنه که کاهش خشونت، ولی ارگ کلمه اساس زده میگه آتش بس شو برای باز هر نوع امتیاز میده. برای اینکه به الان مذاکرات بعد از دیر مدت ها آغاز شده و طالبان حتی حاضر شدن کاهش خشونت بکنن، گروهی که هیچگاهی نمیخواستن دست از جنگ بردارن، در ابتدا خوب نیست همین کاهش خشونت؟ که آیستا آیستا ما بریم به سراغ من میگم آقای رئیس جمهور در جنگ های درگیر نبوده. کسایی که با کاهش خشونت خوشبین هستن مثل شورای علاق میمونه. چندین سال شورای علاق کوشش کرد که حکومت ها را، کسایی که درگیر جنگ بودن، اینا را با هم بسازن. ما میگیم تجربه نشان میده. من ایس یک شهروند باورمند خواهش مایی است که در ابتدا تا که آتش بس نشه هیچ نوع امتیاز بر گروه طالبان نتن. بیشترین جنایت ها را شما در تاریخ مراجعه بکنین، همه گروه ها کردن بیشترین جنایت ها را اینا کردن. رئیس جمهور دستش بالاست به خاطر که حداقلش برای دیدگاه مردم حرمت میگذاره، برای دیدگاه مردم ایجا متوجه جامعه و وضعیت کنونی ما است. ما چی بکنیم؟ بایی که همی رئیس جمهور بزرگ شده و کلان شده آمریکاست. ولی ما خوشبینی های مایی است که همه قدر که متفکر است، ما را از میده های استخبارات منطقه کشیده رئیس جنگ با کلی سیاسی خود، یعنی موزیگیریشان به خاطر سال هم بهترین موزی را گرفته با آتش بس. شما آقای نسیمی، شما بیان کردین که اینا به دنبال بقای قدرت خود و امتیازگیری به خاطر ادامه قدرت هستن، پس اما حالا میگوین که اینا موزیگیری خوب را روی شخصیت ها اینا در مقابل طالبا خوب موزی را گرفته. اگر آتش بس نباشه کجا جنگ کاهش میفه، خشونت کاهش میفه. اگر آتش بس شد باز جنگ هم میه. کاهش خشونت بر افغانستان هیچ خوبی نداره. هر روز شما تلفات هم میبینید. آقای نسیمی، بحث در این است که هنوز مذاکره با افغان ها آغاز نشده. خب شاید امکان داره در مذاکره که با افغان ها طالبان میان آغاز میکنن با حکومت افغانستان، شاید این آتش بس بتونه شکل بگیره. من میگم شاید، کلمه شاید تا باور داشتن خب هم زمانی که در روبروی یک میز قرار میگیرن، وقتی که طالبان حاضر نشه که آتش بس بکنه با حکومت افغانستان، روبرو با حکومت افغانستان، خب امکان است که مذاکرات بتونه از بین بره دیگر. خب حالا که این کاهش خشونت است، شما ببینید چند ماه است، یعنی مدت یک سال شد که هر روز خوشبینی ها برای از اینمی است در دوحه، در اوجا، در تمام کشورها. آقای خلیل‌زاد صرف از خوشبینی ها پس میکنه. مجبور میشه که آقای رئیس جمهور، اینجا نتایج ابتدایی اعلان شده، درست است؟ او خود در قدرت شامل میدانه. اونا اعلان کردن که بله، ما چیکار میکنم؟ ما کشور با آتش بس شروع میکنم.
مذاکرات در صورت میکنم که آتش بس صورت بگیره. ای که ایده ای کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و همجوار ما، کشورهای همسایه ما، اگر او نماینده آمریکایی میه، او میه بس میکنه که ما کاهش خشونت طالبا قبول کرده. کجایش قبول کرده؟ خیلی خوب. هر روز ما خشونت داریم، هر روز قربانی داریم. نسیمه، تحرکات آقای خلیلزاد را چگونه میبینین؟ آقای خلیلزاد چقدر یک مرد موفق برای صلح در افغانستان است؟ بدر که اینکه یک سال بیشتر شد اما تا به امروز موفقیت حاصل نکرده و دستاورد خوب و کلانی هم نداشته. من میگم تا تحرکاتش به خاطر که افغانی لحصل است و شرمند امریکایی است، فعلا تابعیت از امریکا داره و نماینده امریکاست، لمس میکنه همو دید ما را. من میگم که آقای خلیلزاد در صورت موفق میشه که یا اینمی تمام اجماع ملی، اجماع سیاسی را در افغانستان با مشاورت با رئیس جمهور، با مشاورت با رئیس جمهور بیاره و این اجماع را در داخل افغانستان میتونه. خود آمریکایی ها صورت میگیره، میتونه. خوشبینی بیشتر از اون خوشبینی هستیم. برای ما که هر کس میگه ما اصل گپ میزنه، ما او را لبیت میگیم، ولو که یک آمریکایی باشه، ولو که جانکیری باشه. این خوب باید دو احساس پیدا بکنه، حس بیشتر باید در وجود ازی باشه که سیاست افغانستان میفهمه، جنگ افغانستان میفهمه که از کجا شروع شده و میتونه که کدام کشور زیاد دستکندازی میکنه و اون کشور ای فشار بده. آقای خلیلزاد با جای ازی که بیای سیاسون ما را بیشتر فشار بده، باید کشورهای همسایه ما را فشار بده کونا برای ما تجهیزات جنگی و انسان ها و غلام ها را دریجه و جاسوس ها را دریجه تربیه نکنن. خیلی خوب. حالا بیاین باور بکنیم، به این مورد صحبت بکنیم. آقای نسیمی، شک و شبهی تان به طالبان چه هست؟ طالبان آیا واقعا دارن تمثیل و یک نوع مانور سیاسی روی دست گرفتن برای تامین صلح در افغانستان این گونه نشون میدن با تمثیل و نمایش، این که واقعا طالبان از جنگ خسته شدن میخوان صلح بکنن؟ چه فکر میکنین؟ طالبان اصلی که وام تشنه صلح هستن، ولی طالبان که غلام هستن، متوجه شوی، طالبان که غلام هستن. اینایی که مذاکره میکنن کی هستن؟ اینایی که مذاکره میکنن، اینایی که مذاکره میکنن غلام هستن. من میگم که خب یام بالاخره بعد از چندین مدت باید آشکارا شده باشه که اینا تربیت شده کدام کشور هستن، یعنی غلام کدام کشور نام گرفتن. شما ببینید اگر غلام نمی بودن باید مذاکرات با امریکایی ها با افغانی ها می کردن، مذاکرات طرح خود با امریکایی ها نمی دادن. اما وعده برای این چیز داده شده. ما میگیم والا مادر و پدرشان امریکا و پاکستان است. شما ببینید این همه افغان ها را که اینا کشته دادن، این همه افغان ها را که اینا کدام مرمت برای افغانستان ساختن ماندن، از دین اسلام هر کدام از یا از دین استفاده کردن. هیچه من تو را میگن غلام هستی، من تو را میگن که اینا هم ولا زیر دست پرچم خارجا کار میکنن. شما زیر پرچم کدام کشور هستی؟ آخه این اسمی یک سوال دیگر. یک نگرانی در میان مردم وجود دارد، تا ریاست اجرایی نگرانی خود را بیان کرد که اگر طالبان و آمریکا صلح بکنن میان هم دیگر خودشان و این گفتگوهایشان که آخرین دوره هایش است و قرار است که توافقنامه را امضا بکنن و پایان برسانن، نگران هستن که پس از توافقی که با آمریکایی ها میکنن اینا دوباره جنگ میکنن با حکومت افغانستان. درگیر با آمریکایی ها نمیشن اما جنگشان افزایش پیدا میکنن بر علیه حکومت و نظامیان افغانستان. چه فکر میکنین؟ آیا این چنین خواهد شد و اون بحثی را که گفتگوهای بین الافغانی بودین بتونه تمام بگرده و حسن علاقمندی نشان نتونه با خود بگن که ما با آمریکا صلح کردیم، نه ما آمریکا را هدف قرار میدیم نه آمریکایی ها ما را هدف قرار میدن، پس ما درگیری ما را با حکومت و نظام افغانستان ادامه میدیم؟ ما میگم این صلح به این زودی ها نمیه. این صلح پدیده ای است که زمان بر است. ما میگیم خواست مردم ما صلح است. حالا ما میفهمیم که طالبا مثال طالبا، شما ببینین یک زمان کسایی که غلام بودن به خاطر اجنبی ها، ما افغان ها بین خودم به نام دین و به نام مذهب و به نام از اینکه حکومت کمونیستی هنوز آمه است، با اینکه مجاهدین پیرو شده بود، تجربه نشان داد بر ما که اینمی جنگ سالارا، اینمی مردم جنگ کردن و هنوز هم میگم طالب هم پیش ما یک جنگ سالار است، گروه های طالب هم جنگ سالار است، با استثناء اون نما مجاهدینه که اون بچه که واقعا طالب دین بود و ای ارزش های انسانی و اسلامی را درک میکرد و میدانست که افغانستان اشغال است و او رفته با خارجی ها جنگ کرده،
او شهیدایش بر حق میدانیم، ولی او کسایش که غلام هستند و به خاطر که به قدرت برسن این همه افغانا را از بین میبرن و ما را این جنگ زمان بر میسازن و منافع خود در جنگ میبینن. اینا قربانی ملت هستند، هیچ مشروعیت این جنگ ندارن. آقای نسیمی، چقدر دیگر تا صلح فاصله داریم؟ آیا در یک سال، دو سال اخیر و یا 6 ماه و 5 ماه اخیر خوشبین هستن مردم؟ بسیار بحث‌ها وجود داره در هر خانه، هر جایی که امکان داره تا 3 ماه دیگر، تا 6 ماه دیگر صلح به وجود بیاید. آیا این چنین خواهد شد یا فاصله خیلی زیاد دیگر باقی مانده؟ خوشبینی تا حقیقت بسیار فرق داره. ما خب میگیم که نیم قرن است که مردم ما منتظر صلح هستند، ولی صلح صلح گم شده است. ما میگیم ما خوشبینی ها را والا پیش بینی کرده نمیتونیم که اگر طالبان به در افغانستان شریک قدرت شوند، ولو که وزارت دفاع هم برشان بتی، ولو که ریاست جمهوری هم بتی، هنوز برنامه شان بر ما معلوم نیست. ملت در بدر، یعنی فاصله خیلی زیاد دولت است، فاصله بیشتر است و زمان برد. بیش از 10 سال امکانش میره که این صلح به وجود نیاید. ممنون شما. تشکر آقای فواد خان نسیمی، عضو شورای حرکت انقلاب اسلامی افغانستان. ممنون از اینکه وقتتان را برای ما گذاشتین. سلامت باشین. تشکر از شما. این بود این برنامه در این نیم ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.